درود و شامتان شاد گفتگوی زنده آخر خط را با من رشاد زرید از نور بیننده استید فرایند دولتداری در آمریکا و پایان ریاست اوباما سیاست های رئیس جمهوری رفتنی و اوزای کنونی ما امروز بارک اوباما و پس این نفس هایش از هوای کاخ سفید را میکشد. و با گذاشتن گام نهایی در راه پرفراز و نشیب هشت سال رهبری دولت ایالات متحده آمریکا از چوکی زعامت فرود می آید و فردا که آمریکا و دنیا گواه مراسم تحلیف و ادای سوگند وفاداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب جدید آمریکا و روند انتقال بزرگترین قدرت سیاسی جهان خواهند بود اوباما کلید کاخ سفید را به جایگزینش خواهد سپرد. چهل و رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا در پرتگاه سقوط از تخت قدرت تماس با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی نیز داشت و از استادگی مردم افغانستان در برابر چالشها ستایش کرده و بر گسترش روابط کابل و واشنگتن در دولت پس از او تأکید کرد. این همه در حال است که اوباما در دو دوره ریاست جمهوریش کارهای زیاد تمام و نیمه تمام را پیش برده و ادامه جنگ در افغانستان از جمله مسائل است که در سطرهای کارنامه او و رنگ خاکستری نگاشته شدند پس رئیس جمهوری رفتنی در هشت سال کارش به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا برای کشورش منطقه جهان و بویژه افغانستان چه کرد و از رئیس جمهور آمدنی و دولت جدید به رهبری او چه انتظار می شود داشت بحث را با این محوریت آغاز می کنیم با حضور آقایان دکتر سکندری استاد دانشگاه و عبدالشکور سالنگی آگاه مسائل جهانی آقای سالنگی بحث را با شما و از هر سال پیش آغاز میکنم. آقای اوباما هر سال پیش دولتی با پایه های لرزان اقتصادی و چالش های زیاد دیگه که فراروش داشت را تحویل گرفت چگونه آغاز کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت شما جناب دکتر و بینندگان محترم تلویزیون نور البته ما با این فرض خیلی موافق نیستم که دولت دولت را که اوباما به میراث گرفت ای دولت لرزان بوده باشه یا پایه پای های اقتصادی ضعیفی داشته باشه <applause> هرچند خیلی ما تفکیک نمی کنیم بین رهبران در ایالات متحده و چون از بس که ایالات متحده در صد نظام ملل تحرکاتش بسیار پررنگ هست از او جهت خیلی توجهی به مسائل داخلی امریکا و حتی به مسائل شخصیتی رهبرانی که در آمریکا که پس دیگری می نداریم و این باعث شده که ما در نوعی از ابهام به سر بریم در مورد مسائل داخلی که در امریکا میگذره و یا سیاست هایی که در داخل امریکا سیاست مداران یا رهبران تراز اول امریکا و خصوص رئیس های جمهوری روی دست میگیرند خب درست است که بوش اقدامات نامتعارف داشت در سیاست خارجی خود به خصوص حمله بر افغانستان حمله بر عراق و موضوعگیری های بسیار تند بسیار آشفته و آنی و احساساتی و دور از آنچه که ایجاب میکنه یک کشور قدرتمند مانند ایالات متحده بیایب بگویم. ما قبلا نه در دوران بل کلینتون و نه تا پیش زود در دوران بوش پدر و بعد از در دوران با ما که موضوع بحث است چنین رفتاری را شخصیتی متناقض و به اصطلاح دیگرگونی را و یا غیر قابل پیش بینی را ندیده بودیم ما نداشتیم از که بعضا تصور میشه که دولت بوش یک دولت شکست خورده بوده <applause> <مع> اما عقیده ما برای خلاف از این است <applause> حتی دولت این مسائل دولت دولت بس را ادامه بتید اما میخوام این اختلاف را بیشتر بکشایید این که بحث رکود اقتصادی و افت بانک ها در زمانی که آقای اوباما به قدرت می و اینکه شرکت های خودروسازیش در وضعیت نابسامان حتی در آستانه در گسیختگی به سر می و نمونه های از این چونین و اینکه بیکاری در اون شب و روز بالای ده درصد است و این نمونه ها نمونه های بوده نمیتونه که بگیم دولت آقای اوباما که به تحویل گرفت خیلی چالش دار بود بینید اقتصاد در ایالات متحده مانند سایر مانند اکثر کشورهای جهان اقتصاد متکی به خودش نیست یعنی دیگر های اقتصادی بیشتر عوامل داخلی نیست که بالای تاثیر گذار بوده باشه بل فرض مثلا در روسیه اگر فروش نفت کاش پیدا بکنه یا قیمت نفت کاش پیدا بکنه ما به نوع رکود اقتصادی رو در رو کشور شاهد هستیم یک عامل داخلی میتونه باشه در حتی در کشورهای بزرگ اروپایی چنین چیزی خیلی مطرح بس است و حتی در قدرت مانند جاپان و چین اما یالات متحده مشخصه خاصش است که اقتصاد یالات متحده در همتنیده است با اقتصاد جهانی و این اقتصاد به عنوان بزرگترین اقتصاد که 13 اقتصاد بعد از خودش شامل میشه یعنی حجم اقتصاد امریکا برابر 13 کشور بعد از خودش تقریبا تقریبا میتونه باشه وقتی در محیط بیرونی تغییرات ایجاد میشه رکودهای اقتصادی میایه که این رکودهای اقتصادی امکان ریشه در جنوب آسیا داشته باشد، در جنوب شرق آسیا داشته باشد، در چین داشته باشد، در اروپا داشته باشد، حتی در خاور میانه داشته باشد. این به نوع تاثیر مستقیم میگذاره بالای اقتصاد داخلی آمریکا و چیزی را که مواردی را که شما فرمودین و همینطور در داخل آمریکا به هر اندازه که رکود اقتصادی بیشتر باشه این شدیداً متاثر میسازه اقتصاد جهانی را ما در چند مرحله رکود اقتصادی را شاهد هستیم که یکی از اون مراحل که نزدیک از با ما رکود اقتصادی سال 2008 است که در ایج زمان اوباما بود که در جهان رکود اقتصادی در مسکن باعث شد که بناوی در آمریکا هم ای به اصطلاح مشکل ایجاد شوه و بناوی ما شاید ازی باشیم که بعضی از بانک ها تو ورشکسته شوند خب دولت کاری کرد که او بانک ها از ورشکستگی بیرون شوه و پویای اقتصادی که در آمریکا وجود داره و این پویای اقتصاد داخلی آمریکا و پویای اقتصاد جهانی را به میان وره به نو دوباره بازسازی میکنه ترمیم میکنه او چیزی که ما به عنوان رکود اقتصادی اینا میگیم اما او چیزی که بحث ما و شما هست است که درست است که اگر به صورت مقطعی و بسیار به غیر قابل ملموسش غیر قابل تاثیرگذارش بر بر کل سیاست آمریکا بر کل به چیزی به نام آمریکا قدرت به نام امریکا در زمان بوش ما شاهد بودیم و این ما نمیتونیم متاثر از سیاست های بوش بدانیم درست. به صورت مستقیم اه. درست است که سیاست های بوش ت... تاثیر گذار هست اما به صورت مستقیم اگر بیم یک ملامت بکنیم که خب بوش آمد این مشکلات ایجاد شد یا تمام و... مشکلات را از بوش به با میراث برد چنین نبود دقیقاً چنین نبود بلکه حتی اوباما آمد از بوش مؤلفه های را در س... 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 سیاست خارجی به با میراث برد که تانست به بناوی... قدرت چانزنی یا مانور اوباما را در سطح نظام ملل بیشتر بسازد اگر جنبندی کنم این بحث را با شما در کل دغدغه ما از این پرسشی هست که آقای اوباما بار سنگینی را آنگونه که وانمود میکنند رسانه های بوج آمریکایی بر نداشت او زمان و زیاد کلان نبود این چالش ها ببینید زمانی که در آمریکا یک تیم میره و تیم دیگه جایگزینش میشه همواره عرف سیاست سیاست آمریکا ایجاب میکنه دو تا حزب که در آمریکا قدرتمند هستن و تقریبا قدرت مانند توپ فوتبال بین دو تا حزب رد و بدل میشه حتی گاه منطق ریاضیکی هم به خود میگیره مثلا دو دوره اگر دموکرات ها بود حتما دو دوره بعدی مردم پیش بینی میکنه که جمهوری خواه باشه حتی چنین با تبدیل به قاعده هم شده ای عرف ایجاب میکنه که ای آدمی که میره و قدرت بر رقیب میته باید برای آینده خودشان تیمشان و حزبشان بسترسازی دست. بکنه فضا سازی بکنه که بتونن در جیران انتخابات بعدی که میایه در اوج از ای و اصطلاح ظرفیت هایی که قبلا ساختن استفاده بکنن برای که دوباره خودشان به قدرت نزدیک بکنن من خیلی واقع او چیزی را که واقعا وجود داشته باشه به صورت عینیش نمی بینم در آنچه که بگوین اوباما میراس بزرگ میراث را گرفت و حال بسیار یک چیز خوب تراشیده و قشنگ تحویل از ای آدم دیگه می که امکان داره ای دوباره عین کار بوشه بکنه آها. سیاست آمریکا در یک در یک سیر نزولی در یک سری سعودی به میبره که این سیر سعودی را پایه های اصلیش عوامل داخلی در امریکا تشکیل میده و آنچه که در, در و که در بیرون تبارز پیدا میکنه این تقریبا برمیگرده به توانایی شخصیتی کسی که به اون رئیس جمهور است که چطور بتونه به او اهداف خوبتر و بهتر و آسانتر برسه و الهدا رسیدن بحر... میخوام جمع بندی کنید امین را حالا شما گفتید که سیاست آمریکا سیر نزولی را پیش گرفته اما برمیگرده به توانایی شخص حالا چگونه این تناقض نیست به نظرتان اگر این سیاست سیر نزولی را داره و سیاست آمریکا فرد محور نیست حزب محور یا دولت محور و ملت محور است چگونه میشه این دو تا را با هم کنار هم گذاشت که حالا هم سیاست خودش سیر نزولی داره و هم به شخص برمیگرده که شخص توانا میتونه این را بیشتر به سود نزدیک بکنه سیر نزولی که وقتی میگیم منظور ما در بود سیاست خارجی بیشتر تبارس پیدا میکنه تا سیاست داخلی امکان داره در سیاست داخلی فراز و تایب و آمریکا چیزی که خدمتان عرض کردم آها. با توجه به اما با توجه به ساختار نظام بین الملل و تکثر منابع قدرت و همین تو تعداد قدرت هایی را که در آینده سر برمی آورند به حساب است که ما در آینده درازمدت یک سری نزولی را در سیاست خارجی آمریکا نظر به آنچه را که منطق ایالات متحده حکم میکنه کنه یعنی هجمونی و تسلط جهانی را شاهد می باشه در, در, اینجا در اینجا است که فردی که بتونه از این سیر نزولی جلوگیری بکنه یا حداقل را به تعویق بندازه مهم. او فرد میتونه یا اوباما باشه که ما شاید بودیم که اوباما چنین کار را تقریبا انجام داد درست. یا که شاید ترامپ بهتر از اوباما بتونه چنین کار را انجام داد خیلی سپاس آقای دکتر با شما هم از سیاست داخلی آمریکا آغاز می کنم حالا که آقای اوباما قرار است بره مردم آمریکا نزدیک 55 درصد از کارکردش طی 8 سال گذشته راضی هستند واقعا بید شما بررسی داشته باشید که اوباما آن گونه که مردمش انتظار داشت برای مردمش یا برای آمریکا و یا در مسیر اون یا های کلان آمریکایی ها کار کرد من هم اجازه جناب و, صاحب و عزیز ببینید او با تقریبا در دو دوره حکومت خودش چی در سیاست خارجی و چی در سیاست داخلی یک حکومت نرمال و منظم را پیش گرفته بود و این حکومت نرمال و منظم باعث شده بود که خیلی از خلاهای اجتماعی ایالات متحده آمریکا، امریکا آهست, آهست خودش را پر بکنند چه در هر اقتصادی، در حوزه تولید، در حوزه رفاه اجتماعی، در حوزه رسیدگی به وزاعت ها، سالمند ها. ای سیاست هایی بود که آقای اوباما در طول هشت سال حکومت خودش با دقت تعقیب کردن و تیمش اینها رو مدیریت کردن و در اکثر جا هم اینها رو اجرایی کردن اوباما بسیار موفق بود در کارهای خودش چی در حوزه داخلی و چی در حوزه خارجی حکومت آقای اوباما حکومت معتدلی بود سعی میکرد در حوزه های مختلف کارها رو مدیریت بکنه که بر منافع ملی ایالات متحده ای آمریکا بیشتر بچرخه او تنش زایی و بی برنامگی حکومت آقای بوش و این انسجام یافتگی حکومت آقای اوباما تقریبا خلاها را پور کردن با این کار میبینین آقای بوش در مخصوصا در چهار سال اخیر حکومت خودش در سه چهار حوزه درگیر شد در سیاست خارجی درست. و این باعث باعث شد که اقتصاد ایالات متحده ای آمریکا آسیب بسیار کلانی ببینه کما کن که سطح توقعات مردم آمریکا هم نسبت به وضعیت رفاهیشون بالا رفته بود و مجبور بود به خاطر که اعتبار و اعتماد مردمش داشته باشه و بتونه رضایت اونها کسب بکنه بر اونا رسیدگی بکنن خانواده کشته هایی که در جنگ عراق و افغانستان بود یک مصرف قابل توجهی بود که به اونا رسیدگی باید میشد به خانواده های اونا و کشته شده های اونها و همینطوری امکانات باید اختیار قرار میداد این یک بخش از معضلات اقتصادی بود که در حکومت آقای بوش اتفاق افتیده بود آیا با ما با مدیریت بسیار خوب تونستیره خب انجام بده با دیدگاه آقای سالنگی زیاد همسون نیستید که آقای بوش واقعا خیلی هم یک آفت اقتصادی را به میراث نگذاشت، نگذاشته است این ایالات متحده آمریکا کشور نیست که ما بگویم با جزترین باد بلرزه ما هم باور های سولنگیر کاملا قبول دارم برای زی که ایالات متحده آمریکا یک کشور قدرتمند اقتصادی سیاسی جهان هست و میتونه با سیاست های اقتصادی خودش اقتصاد دنیا را به هم بریزه با سیاست های سیاسی در واقع اجتماعی خودش بتونه نظام بین الملل به هم بریزه و اراده و تصمیم ایالات متحده آمریکا اراده و تصمیم دنیا هست امروز به عنوان قدرت ما سخنرانی های اوایل کمپاین آقای اوباما را خوب یادم است که می گفت بزرگ مرد زمین آمده و می خواهد که به کرسی ایالات متحده امریکا بشینه خب دنیا و جهانی که خدا بر او حاکم هست ایالات متحده امریکا ناظر و مجری او هست خب با این کلمات مثلا اینا می تبلیغات میکردن و قدرت ایالات متحده امریکا را در اونجا می که اینا با اون دیدگاه به دنیا و به قدرت ایالات متحده امریکا باورمند بودن با باورمند هستن بنابراین با این وضعیت ما ایالات متحده امریکا را با حرکتی را که گاه گاه بی میشه و گاه مجبور هستن اون هزینه را بکنن و دلیلی که اون سیاست های خودشان نیاز هست که باید در جهان بعض حرکت ها را انجام بتن مجبور هستن که از درون دل اقتصاد کشورشان هزینه بکنن از اونجا مصرف رو روی دست بگیرن و پیش بینی های رو در نظر بگیرن و یه خود تاثیر مستقیمی در روند داخلی خودشون خواهد درست بشت. اگر بحث داخلی آمریکا را با این پرسش بخوام با شما جمع بکنم این که انتقاد های بر آقای اوباما حالا وارد میشه که در فرایند 8 سال به در چهار سال اخیرش در اختلاف با وعده هاش یک سری گام های در حکومتش برداشته شده حالا شما فرمودید که مدیریت خوبی داشت آقای اوباما در جریان کارش به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اما این که آقای اوباما یکی از داعیه ها و شعارهاش پایان دادن و به نقطه صفر رساندن تبعیض های نژادی در آمریکا بود که در سالهای اخیر نمونه های زیادی از تبعیز نژادی بین سیاهان و سفید پوستان حالا کماکان بالا گرفته که حتی کسانی از منتقدان آقای اوباما میگن خود آقای اوباما در سخنرانی هاش در سالهای اخیر نتوانسته که بی باشه و رئیس جمهور واقعی باشه و طرف واقع شده و گفته که بر سیاه پوستان ستم میشه و چون این چیزهایی اینا خلای مدیریتی آقای اوباما نبوده؟ این آقای با اتفاقا دیشب در آخر کنفرانس مدباتیش در چند نکته بسیار حساسی اشاره کرد که تحلیل و توجهشان شانچی در سیاست های داخلیش و چی در سیاست های خارجیش مشخص شد و من خود به عنوان یک کسی که سعی بکنم این سیاست های متحده امریکا رو تحقیب بکنم توجه آقای اوباما خیلی جالب بود درست. مثلا در امضای توافق نامه برجام با ایران که انتقاد کردن خبرنگار که شما یک اشتباه نکردن در اینجا اونا گفتن که روزی که ما تندیس صلح بر دادن و ما رو به عنوان فرد مسلح اعلان کردن ما قول داده بودم که در جهان یک صلح پایدار بیارم و یکی از جایی که ایالات متحده امریکا سالها با او درگیر بود ایران بود و با تفاهم نامه برجام ما یک بخش از مشکلات ایران و امریکا رو حل کردیم و هیچ نمیخوایم و نمیخواستیم که ایالات متحده آمریکا و ایران درگیر شود دی انتقاد دیگه در حوزه حمایت از صلح اسرائیل و فلسطین بود آه. که اشاره کردن گفتن ما سالهای سال تجربه داریم که صلح بین اسرائیل و فلسطین به نفع هیچ کس نیست این جمله از صحبت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که حامی و پشتیبان رد اول اسرائیل هست خیلی معنا داره و خودش نشان میده که از اسرائیل میخواهد که دست از شرک سازی و حجوم به فلسطینی ها دست بکشن و بیان به یک صلح پایدار فکر بکنن همینطوری هم در سیاست های داخلی که شما اشاره کردید بحث نجات پرستی را همچنان در اونجا مطرح کردند و اونا گفتند که ما در ایالات متحده امریکا اتفاق نیست که ما او را به او حد بیارم بکشونیم که واقعا یک مشکل هست اما یک،, 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 یک, روال اجتماعی هست که شکل گرفته و ما هیچ وقت نمیتونیم میره براحتی از اصحان مردم و از افکار مردم پاک بکنیم اما دولت ایالات متحده آمریکا امریکا و سیاست مداره ایالات متحده امریکا باور به این هست که هیچ فرق بین سفید و سیاه نیست و اونا مسئولیت کشاندن به پایگاه های اجتماعی و مشکلات اجتماعی که در دل, دل خود ایالات متحده آمریکا است و سیاست ایالات متحده آمریکا رو مبرا از نجات پرستی و سمت پرستی اما خیلی کوتاه اگر درنگ بکنید و بعد جمعش بکنیم این که آمریکا خودش را به داعیدار دموکراسی و مردم سالاری حتی پرچمدار این پدیده در جهان میپنداره و قلمداد میکنه چطور که میشه ازش انتظار بره که در خصوصی مثلا نجات پرستی که وعده پاک سازیش را داده حالا بیا در پاس خبرنگار بگوید که خب این امکان پذیر نیست که صد درصد صد از برداشته شود من شما در جامعه مثل ایالات متحده امریکا این فرهنگ سازی خیلی سال روش کار شده مثلا شما بین فیلم های 50 سال اخیر ایالات متحده امریکا را بررسی بکنیم معمولا در اونجا اه، اه، کسایی که تخطی بکنند، زور بگن حق میخورن سیاپوستا هستند. هستن و این سالهای سال در اصحان مردم اینطوری با بار آمدن که سیاپوستا ها کسایی هستند که بعد بزرگترین تخلفات ایالات متحده امریکا را انجام بدن. یک فرهنگ است که سالهای سال در اونجا نهادی نشده من فکر نمی کنم که با اش سال حکومت آقای اوباما به عنوان یک فرد اولین فرد سیاه پوست یالات متحده امریکا بیاد نجات پرستی و یا شما میگید اراده قاطعی برای از بین بردنش داشته و کاری را که کرده آنچه که آقای اوباما دیشب در کنفرانس مدباطی خودش گفت که در طول هشت سال سعی کرده که این موضوع نباشه ولی خب من باور دارم به با عنوان یک کسی که رشته های علوم اجتماعی رو گاهی مطالعه میکنم باور دارم که به راحتی و به این فرصت اندک ما نمیتونیم حساسیت ها و سوی تفاهمات اجتماعی را برطرف بکنیم و باور داشته باشیم که هر فرد از و اقلیت های یک جامعه به قدرت میرسه با تقلیت های اونا همیشه جز اکثریت حساب میشه خیلی سپاس آقای سالنگی حالا بیت از آمریکا برایم در میفر دوم و در حوزه جهان و سیاست خارجی آمریکا با توجه به نقشش بر منطقه و جهان بحث بکنیم اینکه آقای اوباما دیروز در کنفرانس مطبوعاتیش گفت که حتی رقیب بزرگش که روسیه هست گفت سیاست واشنگتن و مسکو اگر با هم سازگار باشه به با سود هر دو کشور و جهان است ما در پی اختشاش در این رشته نبودیم اما نمونه های مثل این که روسیه حالا تلاش کرده کریمیه را از اوکراین به خاک خودش پیوست بوده و یک چنین کارهای روسیه سبب شده که مثلا تحریم ها شوه یا سیاست مسیری را پیش بگیره که انتهاش خصمانه بودن باشه و اینا با اشاره به این سخن آقای اوباما سیاست های خارجیش را در هر سال چگونه بررسی میکنه اتفاقا آقای اوباما نا... از نظر من ناکام ترین آدم در ایجاد یک نظم جهانی است عنوان بان... رئیس جمهور کشور مانند ایالات متحده آمریکا من هم خدمت دان عرض میکنم اول اینکه که اوباما میاد توجیه میکنه که روسیه آمده سیاست های توسعه طلبانه رو دست گرفته خب این از نایه آقای اوباما مطرح میشه اگر شما یک بانون یک آدم واقعی بین, بین قضیه رو ببینید مثل ما آدمی که معمولا تلاش میکنم که پژوهش در حوزه روابط بین انجام بدم و جانب بی‌طرفی رو هم حفظ بکنم با عقیده ما آقای اوباما در اینجا به نوع مغالطه میکنه به نوع از منحرف میسازه و خب، با... کوتا پاسخ روسیه در این خصوص مثلا چی بمیت... داره؟ آقای با ما خودش آمد تقریبا فکر کنم در سال 2013 بود یا 14 دقیق یادم نیست در مجموعه عمومی ملل متحد گفت روسیه قدرت منطقی است و باید مطابق به با سطح قدرت خود مطالبات داشته باشه خب این توهینی است بر یک قدرت مانند روسیه که جانشین یک امپراتوری بزرگ در جهان بوده شما اگر صحبت های آقای با ما را در خصوص روسیه شما به اینا را تحلیل محتوا بکنین براحتی در میابین که آنچه که روسیه را حساس ساخت برای, برای حرکت و برای واکنش و برای حمله به نوع آغاز حمله از طرف ایالات متحده آمریکا بود از طرف رهبر ایالات متحده آمریکا از طرف اوباما بود آقای اوباما بارها تلاش کرد که کشورهای اتحاد اروپای شرقی را وادار به بسازه که اینا بیاین هزینه های نظامی خود افزایش بدن اینا را رشوه داد رشوه می منم. اینا رشوه داد که اینا بیاین بپذیرند که ایالات متحده در خاکی کشورها مانند لاستان چک و همینطور کشورهای مانند رومانی و کشورهای کوچک استونی و همینطور که سپرهای دفاع موشکی آمریکا در روز نصب شوه و خیلی یک منطق کودکانه را مطرح می سازن که البته برای ما کودکانه شو برسه برای کسایی که چی سمتر هستند که وقتی می میگن که ما برای که ایران مهار بکنیم آمدیم این سپرها را اینجا نصب کردیم خب یک آدم یک طفل مگه باشه میفهم برادر شما در بیخ گوش می میسه نصب میکنی بعد میگی که ما میخوایم ایران مهار بکنیم اینجا بود که روسیه تحریک شد و یک بحث خیلی مهم که در یکی از مقاله های من چند روز پیش چند هفته پیش در فورن پلیسی خواندم سفیر آمریکا که بعد از سال 2012 تا 2014 سفیر آمریکا در روسیه بود نوشته کرده در اونجا خیلی واضح میگه که روس ها درک کردند که اوباما در پای ساقط سازی نظامشان است در پای تجزیه روسیه است و کمترین واکنش روسا برای اوباما نشان دادن او هم گرفتن کریمه بود و تحرکاتی که در اروپای شرقی انجام دادن مثلا سپرای س... موشک های مانند به نام اسکندر نصب کردند در حالی که میتونستند بیشتر انجام بدن و یا زرادخانه های خود دوباره مثلا اینا فعال ساختن بیشتر ساختن حتی عکس از موشک های در این آخر منتشر کردند که میتونه تکزاس امریکا را از بین ببره همینطور تو لفظ واکنش های روسیه بود اینا بوده. واکنش های تدافعی بود که روسیه در مقابل تهاجم ایالات متحده درست. روی دست گرفت بس ایران خدمتتون عرض بکنم ایران همواره برای از که در سطح نظام بین الملل ما هیچ وقت باید داوری اخلاقی نکنیم <تصفيق> <تصفيق> یا بس من ارزش مابانه نباشه بیاید ایران از منظر خودش بررسی بکنید موقفش جایگاهش و مطالباتش آمریکا را از منظر خودش از موقف خودش این مطالبات در اون زمینه شما پیدا میکنید که واقعا اوباما تانسته به عنوان یک آدم مصلح عمل بکنه یا نه به عنوان یک آدم خاطی به عنوان یک آدم سرکش و به عنوان یک آدم فوزون طلب یا یک کشور فوزون طلب در راست یک کشور فوزون طلب باشه امواره ایران برای ازی که خودش قدرت ملی خودش افزایش بده که دشمنانی که پیرامونش هستند و این دشمنان همواره و هر از و هر لحظه در صدر نابودی از این نظام هستند خب باید قدرت نظامی خود افزایش بده وقتی که وقتی که اسرائیل حق داره 250 کلاهی که هستهی در یک کشور بسیار کوچک زرعی نسبت به ایران برای خودش انبار بکنه برای دفاع آیا ایران حق نداره با عنوان یک کشور در صدر نظام بین که فاقد یک مرجع فایقه مرکزی مشروع است که کاربرد زور در نصار خود داشته باشه ایران هم حق داره که زور خود بیشتر بسازه تا درجه آسیب پذیر خنزاد به دشمنان کاهش ب... کاهش بده و با میگه... توافق پنج به علاوه یک یا برجام را شما نقد می ببینید برجام برجام در حقیقت همانطوری که خود ایرانی ها بارها گفتن در مجلس ایران گفته شده مردم ایران میگن اما مایده ترکمنچای سانی از دیگه مایده گلستان ثانی است که بر ایران تحمیل شد ایران از آنچه که میتونست رژیم ایران رژیم جمهوری اسلامی را بقایش تضمین بکنه چیزی را که برای پاکستان انجام داده برای همین کشور کوچک اسرائیل انجام داده برای کره شمالی انجام داده برای ازو که میخواست ایران خودش را تضمین بکنه بقایشه تقریبا ازو چیز دستش کوتاه شد حتی خود اوباما من سخنرانیش دقیق یادم است که گفت ما کاری کردیم در شبیه که برجام امضا شد ما کاری کردیم که ایران تا نتونه سلاحی جور کنه و امنیت جهانی رو به خطر بندازه بینید از یک ایران ناگزیر بود ما اگر از یک از منظر ایالات متحده به نظام بین نگاه بکنیم خب این گپه درستی است یالات متحده میخواد دشمنای خود ضعیف بسازه سرکوب بسازه روسیه را محاصره بکنه در پی ساقط سازی نظام داخلی روسیه باشه مطابق با میل خودش نظام اونجا ایجاد بکنه در نظام چنین کاری را بکنه در لیبیا در عراق در تمام جهان چنین هدف چنین کار را انجام داد خب حرف معقول درستی است اما اگر این طرف ویم واکنشی کشورها را بسنجیم و شما فرض بگنید که احیانا روسیه مثلا پوتین می آمد مدیریت کنه بحران خوب یعنی تقریبا پوتین کار را انجام داد که در دهه است بحران کوبا تقریبا شعلهور ساخته بود یک جنگ هسته ای تمام عمر بین دو تا قدرت پوتین آمد یک مدیریت بحران کرد با توجه به های شخصیتی که خودش داشت چند روز پیش مصاحبه مکن ماشینی دیدم که با دویچه داشت میگه که پوتین یک آدمی است که در بی بزرگ شده و خوب میتونه چطور کت ما بازی بکنه همراه ما بازی بکنه از این جهت است که میتونست یک جنگ بین دو تا کشور اتفاق بیفته حتی بین اوکراین و روسیه جنگ مستقیم اتفاق بیفته که روسیه دست به سلاح هسته‌ای و روا طرف چیزی که در جنگ های اول دو ما شاید بودیم چین شد پس ببینید بردن نظم جهانی به آستانه پارت. به لبه پرتگاه توسط آقای با ما صورت گرفت خیلی کوتاه درنگی بکنید بر چند موضوع میخوام پرسشم چند ریشه داشت چند ریشه داشته باشه و شما کلشه پاسخ بدید باز بریم با آقای دکتر این بحث کاری را که آقای اوباما یا در کل آمریکا در چند سال اخیر در سوریه در کل خاور میانه کرد نمونه های مثل سوریه نمونه های مثل آلا فلسطین و اسرائیل و اینکه اخیرا و در ماهای اخیری کارش آقای اوباما حالا رأی ممتنی داد به تصویب قطنامه من شرک سازی در اسرائیل و یک روی کردی که حالا خیلی ها گویا انتظار ازش نداشتند و خشم اسرائیلی ها را برانگیخت و یک سری کارهای گویا نوسانبار این نمونه ها هم به نظرتان گام هایی بوده که در مسیر بر هم نظم جهانی از سوی آقای اوباما برداشته شده ببینید اول یک تعریف کوتاه از نظم جهانی خدمتتون عرض بکنم که وجود داشت بعد از جنگ سرد انتظار می رفت که آمریکا با توجه به قدرت یک داره و افول قدرت روسیه و شوروی و همین طور قدرت های که اصلا در حدی نباشند که اینا بیان مثلا یک نظم یک ساختار جدید شکل بدن آمریکا یک نظم یک قطبی شکل بده یک قطبی تمام آیار را شکل بده چنین کار انجام نشد پشتیبان های توری که خیلی زیادی این مسئله داشت در خود ایالات متحده مقاله و کتاب نوشته شد اما چنین کار انجام نشد به دلیل رشد روزافزون در قدرت کشورهای رقیب کشورهایی که قبلا رقیب نبودند که نظم دو تقریبا اینها رو در حاشیه رانده بود بعد از این نظم ایالات متحده خاص روی دست بگیره و ایرا بر جهان به قبولانه نظم سلسله مراتبی بود در این نظم سلسله مراتبی بازوی دیپلماسی آمریکا میشد اروپا بازی تقنینی آمریکا میشد ملل متحد و بازی به اصطلاح قهریه یا مجریش هم که خودش ماشاءالله تمام نظامیش بالا بود پس چنین نظم میره میخواست تقریبا این استوار بسازه و بر اساس از این نظم به اصطلاح امنیت جهانی ر بیان درجه بندی بکنند در چنین فضایی بود که اوباما باید نظام های را که نظام های سرکش بودن و علیه از این نظم تغیان میکردن در مناطقشان چون دیگه ما روی روی جهانی نداشتیم یعنی <تصفح> ساختار نظام بین بین قدرت ها به صورت کل تقسیم نشده بود پس آمده بود قدرت در مناطق بعد این مناطق می از وجود عوامل به اصطلاح مخرب پاکسازی میکرد شروع کرد از کشورهای میانه ببینید ما در 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 حدیثی داریم که شاید از حضرت علی باشه میگه که دولت, دولت ظالم بهتر از که دولتی نباشه او ما آمد دولت های ظالمی میره که حداقل نظم داخلی را ایجاد کرده بودن اینا را ساقط کرد برای از که بیایم مهره های نظم خودشه استقام باشه و اینا را در یک تسبیح بچینه از کشورهای عربی خاور میانه شروع کرد و آخر از این روسا بود روسیه بود و این مقاله را که خدمتتون پیشنهاد ارز کردم دلیل بر این مسئله است که پوتین احساس کرد بعد از سال 2012 که اوباما میای این موج انقلاب بهار عربی را که نامش بهار عربی گذاشتن مهم. که حالا نمیفهم چی است این را حتی به روسیه حتی به چین سرایت سر بته این نظام ها را دیگرگون بسازه که این نظم برقرار شود پس در چنین کاری یک آشوب در جهان چیکت ایجاد مهم. کرد درست. و ما شاهد آشوب در خاور میانه در سطح منطقه خاور میانه هستیم آشوب ما حتی در جنوب آسیا که یک نظم تقریبا ثابتی را داشت هستیم و آشوب در سطح نظام بینال کم کم دارد تصریح پیدا دلست. میکنه که روسیا و چین به عنوان کشورهایی هستند که در سطح نظام بینال تقریبا آشوبگری می و در سطح منطقه کشورهای دیگر چند جمله در چند جمله میخوام پاسخ بودین این که گام اخیر که دولت آمریکا برداشت و مثلا فرستادن 3000 سربازش به اروپای شرقی این نشان در ریشه در چی داشت؟ دقیقا ریشه در به بناوی واکنش علیه کنشی که روسیه میخواد در اروپا شرقی داشته باشه چون روسیه فعال شد و او ظرفیت درونی که در خودش داشت که در از گذشته به میراث برد او ظرفیت ها اعمال میکنه روی دست میگیره و دوباره تسلط خود اجمونی خود بر مناطقی که اینا فضای حیاتی روسیه حساب میشن گسترش میده پس بنا با این کنشی که فعلا روسیه ایجاد کرده یعنی فعلا روسیه کنشگر شده ایالات متحده می واکنش انجام میده و میخواد که به روسیه را رو مهار بکنه که نمیفهمم آخرش چی خواهد خیلی سپاس جناب دکتر بیت نگاه شما را از سیاست خارجی آقای اوباما داشته باشیم با تمرکزی بر مثلا برجام و اینکه آقای سالنگی نقد کردند که ایران گویا در ناگذیری قرار داشت و آنچه داشت به عنوان بقای قدرت سیاسیش سلای هستهی بود که او را از پیشش گرفت من سیاست با اوباما را در دو حوزه تقسیم میکنم یک حوزه حوزه جنگ گرم هست که مخصوصا در چهار سال اخیر حکومتش ایر شدت داد بینیم شما جنگی که با روس ها در اوکراین شروع کردن که بحث کریمیا اینجا پیش آمد و حتی در اونجا ایالات متحده آمریکا به عنوان عامی بود که نمیخواست اتفاق در اوکراین بیفته و خودش درگیر کرد با روسیه جنگی که با عرب ها در خاور میانه داشتن چی قبل از ایجاد داعش و چی بعد از ایجاد داعش یک طرف قضیه حتما ایالات متحده ای امریکا و سیاست های آقای اوباما بود که در چند کشور عمده در اونجا جنگ داشتن شما می‌بینید در عراق بود در سوریه بود در لیبیا بود در خدمت ارشواد یمن بود در بحرین بود در تونس بود در بود و در سودان بود سودان شمالی و جنوبی جور کردن آمدن این مصیبت ها رو در اونجا خلق کردن اینا افغانستان حوزه دیگه جنگش بود که عملا نیروهاش جنگ میکرد آمدا اینا حوزه های جنگ گرمی بود که آقای اوباما در چهار سال اخیر حکومتش ایجاد کرد و متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم نتونستن مدیریت بکنه سعی کردن بازی دیگر بعد از از همپاشی حکومت های اسلامی در خواهر میانه شکل بتن که باز هم بتونن به نوی مدیریت بکنن و یا نفوذ فرانسه ایران روسیه را در خاور میانه مهار بکنن باز هم حضور داعش بهانه شد برای حمایت از ایالات متحده آمریکا در این کشورها که باز هم شکست خوردن و کشور بس را ادامه, ادامه بدید اما بهانه به عنوان با نام حضور داعش را حالا خیلی ها میگن خود آمریکا ساخته این بهانه خب ببینید شما وقتی در عراق شکست میخوره و میای اینجا نمیتونن با عراقیا کار بکنن نیروهایش بیرون میبره صرفا در سفارتش مهار میشه و دیگه جایی براش نمیمونه و آقای اسد اقدام میکنه و قبول نداره ایالات متحده آمریکا را و براندازی نظام آقای اسد ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که را از بین ببرن نمیگذارن در اینجا بب... در بحرین میرن به شدت از اقلیت ها اونجا حمایت میکنن و میخواین اقلیت ها حاکمیت بر اکثریت داشته باشن همینطوری عربستان سعودی را حمایت بکنن که به جنگ در یمن شدت بته و در اونجا حمایت بکنه و کشورهای اسلامی را تحریک بکنن به حمایت از عربستان اتفاقی بود که اینا استفاده کردن اما در اینا پایگاه اصلی ایالات متحده امریکا شکل نگرفت و هر جایی که اینا حرکت کردن آمدن حکومت های را از هم پاشاندن از تحت مدیریت اینا بیرون شد و اونا خودشان به نحو خودشان را با کشورهای منطقه لینک کردن ارتباط دادن و قدرت خودشان را حفظ کردند. در پی ساختن این پایگاه همسو هستید که نظم جهانی را بر هم زدن میخواستن بزنن نتونستن ببینید همونطوری که جناب سالنگی صاحب گفت اینا سعی میکردن که حکومت های تحت نام دم... اسلامی را در واقع از بین ببرن و آقای قذافی را بردن همونطور حسین مبارک در مصر از بین بردن همطوری آمدن آقای اسد میخواستن در سوریه از بین ببرن در عراق هم آقای صدام از بین بردن و میخواستن سعی میکرد ایالات متحده آمریکا که در اینجا یک نظم میره بر اساس گفته خود آقای اوباما که دیشب میگفت ما الگوی دنیا هستیم و باید هم الگوی دنیا باشیم یعنی دنیا از ما باید نمونه بگیره و به این خودشان تشکیل بدن میخواست با اون دیدگاه به در خاور میانه پایگاه سازی, پایگا سازی بکنن این نشد پدیده دیگه ایر گرفت که حالا میگن شکل گرفتن ایالات متحده آمریکا آمریکا آمدن حمایت کردن دایش بود دایش میتونست دو تا پیامد خوب برای ایالات متحده آمریکا داشته باشد یک حکومت اسد و امثال اسد را از خاور میانه حذف بکنن دو در صورت تشدید و تداوم جنگ وجهه اسلام و کشورهای اسلامی بچه و همه با دیدی داعش به اسلام و کشورهای اسلامی نگاه بکنند این دو تا پدیده بود که ایالات متحده آمریکا سعی میکرد از پروژه داعش همچنان حمایت بکنند در حوزه جنگ سرد اینا با چند حوزه بسیار مهم درگیر بودن که سوال اول شما در اینجا مطرح میشن بحث درگیر با روسیه شدن که کماکان در طول سالها بودن به دلیل شکست روسیه فروپاشی شوروی سابق این در همچنان در دل روس ها بود و این جنگ هیچگاه خاموش نشد در رسانه ها همچنان اینا مساسات های مشخص خودشان نداشتند در حوزه ایران، در حوزه چین، اینا و همچنان سیاست های دوبدوی خودشان را داشتند. با چینایی ها و ایرانی ها با عنوان کشورهای قدرتمند منطقی یا آسیایی آمدن زانو نزدن که علی بحران بکنند. اینجاست که مجبور بشه یا رای حل را آقای ما در آخرین حکومت خودش، امضای برجام رو میبینم <applause> بحث امضای برجام تقریبا نیاز دو طرف بود از یک طرف ثروت بسیار قابل توجهی ایران بلوکه شده بود در بانک های غربی و این پول نیاز بود که یک بار دیگر اقتصاد رکود یافته ایران را رفرش بکنه و ایران دوباره زنده بکنه و اینا دوباره جان بگیرن و تنها کسی هم میتونست ایره که اون از لحاظ سیاسی سیاست های داخلی ایران باید تیم اصلاحات می بود و یا هم همه مجموعه اصلاحات می تونست تعامل را با غربی ها نزدیکتر بکنه و این اتفاق بفته و ایران واقعا در تنگ بود و راه بدیل دیگه پیش دست نداشت دیگه راهی برای کار نداشتن و مجبور بودن که باید هر رقمی می این سند, این سند را, این سند را باید امضا می کرد شما از ایران به هستایی گرفتن نمی ایالات متحده امریکا این باورم است چون علمش ایرانی ها دارند نه تکنولوژی ده که اونها آمدن کپی کرده ورده باشن اونا بهترین دانشمند های خودشون خودشان فعلا دارن تمام امکاناتشان رو دارن هر وقتی هم بخواین اقدام بکنن دوباره پس میتونن به 20 درصد غنی سازی خودشان رو برسانن درست. هیچ کسی نمیتونه اینو بگیرن ولی هیچگاه اقتصاد نمیتونن با این وضع بیارن بهبود ببخشن هیچگاه نمیتونن در تجارت و واردات و صادرات ایران را با امضای برجام باز بکنن دیگه هیچ بهانه‌ای برشان نبود و مجبور بودن که ایرانی ها پای کار می اومدن همونطوری هم آمریکایا اگر برجام را پیش نمی کردن باید گزینه جنگ را پیش می کردن. جنگ با ایران با این که قبلا خدمت شما عرض کردم که با اف اوزه یالات متحده امریکا جنگ گرم داشت نمیدونست با, خب، با, با ایران در این شرایط جنگ جنگ با ایران در پی چی خواستی؟ حالا گفتید نیاز هر دو طرف بود در پی چی نیازی باید ناگذیر بود که اگر امضا بر برجام با ایران میجنگید؟ بحث اصلی بهانه است و نظام ایران هست که وحشت برای ایالات متحده ای آمریکا و مخالفین خودش خلق کرده تایید میکنید که حالا کشورهای مثل پاکستان و اسرائیل کلاهکای هسته ای بیشمار دارن اه. و بعد از اونا میخواست که دقیقا این شما همون چیزی که جناب سالنگی سوی بیاد کرد اگر از تبعیز جهانی بیایم بکنیم ایالات متحده ای آمریکا یکی از مقصرترین کشورهای دنیا است که هیچ پاسخ نیست و نمیتونه پاسخ به مردم جهان بگوید. اما از اول قدرتی و اجمونی قدرتی که ما در اختیار خودشان دارن و سیستم های امپریالیستی که در دنیا حاکم کردن خب هر در قدرت باشه همین کارو میکنه و همین روند پیش میبره اما از تعادل و از عدالت اجتماعی جهانی اگر ما به این بحث بکنیم ای حق هر کشور است که میتونه توانش داشته باشه بسازه کماکان که, که پاکستان داره کماکان که, که اسرائیل داره برای اینجا... جنبند این بسته برای برمیگردم آقای سالنگی خیلی کوتاه بگویید که همسو هستید که ایران هر زمان بخواهد دوباره غنی سازی هم کرده میتونه و سلاح هستایی را در دست داره ببینید ما موافق با این مسئله هستم که ایرانی ها دانش تکنولوژیکی رسیدن سا... به ساخت سلاح هسته و ای چون یک نیاز است برای بقای جمهوری اسلامی ایران در دراز مدت باید با چنین صلاحی دست پیدا بکنن من حتی یک زمان در یک دیگه بود گفتم که ایران همواره گفته که ما به سلاح استهی نمیخواییم دست پیدا بکنیم اصلا مردم سلحامیز هستیم ولی نیت آنچه که در نهاد رهبران ایران هستند که بقای زیار باید تضمین بکنه داشتن ساله ما نقل قولی از کنت والز خدا بیا مرس یکی از بزرگان روابط ملل در خدمت که میگه برای ازی که ما بتونیم امنیت در خاور میانه بیاریم باید ایران هسته شود و در صورت هسته شدن ایران بالانس قدرت ایران با اسرائیل از یک طرف و با رقیب عربش از دیگر طرف ایجاد میشه و در اینجاست که اینا خودشان یک نظم میره در ای منطقه میارن و اله همچنان آشوب و به اصطلاح یکی در پای نابود کردن دیگه که هر زمان بخواد دوباره به با دست پیدا اگر ظرفیت اقتصادی ایران توانایی اقتصادی ایران ایجاب بکنه تشاره. اگر شما این چتر نظارتی ایالات متحده از ایران به مدت یک هفته بردارین شاید آزمایش سلاح هسته از ما در ایران شاید باشیم خیلی سپاس با, جن... با, ادامه این بحث جنبندی بکنید و سیاست خارجی آمریکا را که جنبندی کردید این پرسش را بهش اضافه میکنم که در قبال افغانستان که اگر دنبال درد درمان درد خودمان بگردیم چه کرده و حالا یکی از دایه های آقای اوباما پایان دادن به جنگ افغانستان بود که می بینیم که در کارنامهش با رنگ خاکستری نگاشته میشه و جنگ افغانستان حالا رئیس جمهور منتخب هم نقد کرد که دولت پیشین آمریکا سیاست نادرست داشته و نتوانست جنگ افغانستان را پایان بده و هزینه هنگفت پرداختن. چند تا حرکت سیاسی که آقای ترامپ در زمان انتخاباتش و بعد از انتخاباتش داشت و اگر یک بخشی از او گفته های خودش را نسبت به افغان ها و افغانستان اعمال بکنم من باور دارم که وضعیت بهتر میشه اساسیتش نسبت به پاکستانی ها به عنوان عامل و پایگاه اصلی تروریسم این یک اصل است که خوب از باور به این شکل داره که پاکستانی ها حتما باید مهار شود و همینطوری از بین بردن داعش خود پدیده دیگه است که افغانستان را تهدید میکنه با عنوان کشور فقیر به و به حضور داعش در افغانستان واقعا یک تهدید است و افغانستان از این حوزه به شدت حراسان هست آقای ترامپ میتونه با این دو نظر خودش فشار روی پاکستان و از بین بردن داعش ثبات را در منطقه و مخصوصا در افغانستان خواهد آورد و همینطوری آقای اوباما این پروسه را به صورت بسیار عادی نسبی و نظارگر پیش بردن نتونستن و او جنگ که نباید در افغانستان شکل می گرفت. متاسفانه فعلا عواملش می بینیم و احتمالی داره که جنگی که در عراق سوریه نیابتی بوده و شکل گرفته یک قسمی هم دیده میشه که در افغانستان شکل بگیره ما امیدوار هستیم که اشتباهی را که آقای اوباما در آخر حکومت خودش نسبت به سیاست افغانستان داشتن آقای ترامپ این را اصلاح بکنن با فشار روی پاکستان و تشییع نیروهای نظامی افغانستان و تقویت دولت افغانستان ما بتونیم با در مقابل طالبان در مقابل داعش و در مقابل سایر پدیده‌هایی که میخوان افغانستان رو به بستر جنگ خودشان بسازن مقابله بکنیم خیلی سپاس و نتیجهگیری گیری خیلی کوتاه آقای سالنگی در پایان بحث هستیم آقای اوباما را که شما سیاستشان را در خیلی از اوزه ها که ما دریافتم نقد کردید ظاهرا پاسخ ما پیشکی یافتم که در قبال افغانستان هم زیاد سیاستشان نمیپسندید. نمی پسندید حالا انتظار دارید آقای اوباما که میره حال افغانستان در سیاست آقای ترامپ چگونه خواهد ببینید ما ای که آقای ترامپ چی میخواد انجام بده این زمان بله زمان پاسخ اما آنچه که برای ما موجه است که باید داشته باشه سیاست خارجی در قبال افغانستان یا آقای ترامپ است که خلاف ادعای خیلی کسا در افغانستان حتی شاید بینندگان هم بشنوان از یه حرف بکنن ما موافق به این نیستیم که افغانستان یالات متحده بیای ملیتاریزه بسازه یعنی کمک نظامی ما بکنه ما مردم افغانستان از قدرت نظامی خود خوب نمیتونیم استفاده بکنیم بنا برای خود ما یک بلای جور میشه بود. روی کرد او روی کرد غلطی بود نسبت به افغانستان و حتی از بوش روی کرد غلطی بود چون اینا میخوان از بالا به با پایین بسازن نظام ها. بدون اینکه در نظر بگیرن که در پایین چه خبرها هست چه چی چیزایی را ما باید در نظر بگیریم مطابق اون را بیم اینا را به سعادت برسونیم تا زمانی که نگاه آمریکا به نگاهی از پایین به با بالا نباشه یعنی اول بیای درد های ما رو درک بکنه و بعد برای ازو التیام بته هیچ وقت از بالا به با پایین نمیتونه افغانستان به یک نظام باثبات و با یک ملت و با یک مردم باثبات تبدیل شوه تایی که بیای بی اقتصاد ما را رشد بته من نمیفهم که وقتی میگم اقتصاد ما رو رشد بته یک چیز خیلی پراکنده ای است که باید این جمع کنیم اما آنچه که ایالات بر ایالات متحده حکم میکنه اگر قرار باشه که نیتمندی صادقانه نسبت به افغانستان با داشته باشه که یک ملت باثبات باشه در رفاه باشه و آرام و شجوع باشه بیاید در حوزه اقتصادی برای ما کمک بکنه و حداقل سیاست خارجی ما را به این اندازه که قبلا در جام سیخته بود در جام سیخته اجازه نده که باشه تا ما بیایم پاکستان را نقد بکنیم ایران را نقد بکنیم چین را نقد بکنیم روسیه را نقد بکنیم و خودمان را تقریبا بلا برای خود بخریم از جهت است که ما عرض میست که نگاه امریکا از پایین به با بالا برای ما باشه رابرت گیز هم در کتاب خود را به وضاحت گفته و تقریبا آقای احمد کرده حق بجانب گذاشته من نمیخوام که بگویم آقای احمد کرده حق بجانب بوده اما حد اقل, حد اقل نگاه امریکا باید به افغانستان نگاه از پایین به با بالا باشه نه یکی نگاه از بالا با پایین تشکر جناب دکتر چند جمله نتیجهگیری نتیجه گیری از شما از رهبران حکومت وحدت ملی برای مراسم تحلیف آقای ترامپ دعوت نشده و همچنان یکی از سناتوران پیرامون آقای ترامپ گفته که آقای ترامپ و مشاوران سیاسیش سیاستشان در قبال افغانستان و پاکستان را بازنگری خواهند کرد با این وضع دورنمای خوشبینانه میشه داشت خوشبختانه آقای ترامپ باز دعوت نکرده ولی تلفنی صحبت کرده با دو رهبر افغانستان من باور می‌نیم این است ای ای که دولت افغانستان و مخصوصاً حکومت وحدت ملی که دو سال فرصت دارند بسیار بالایی خوب با با برنامه خوب با دیدگاهی که جناب آقای ترامپ نسبت به افغانستان و سیاست افغانستان داره میتونه استفاده بسیار خوب بکنه و افغانستان از این وضعیت فعلی متحول بسازه خیلی سپاس از شما دکتر سکندری استاد دانشگاه و عبدالشکور سالنگی آگاه مسائل جهانی از حضورتان در این میز و سپاس و امتنان به نهایت هم از شما برای پایشتان پای این پرسشنی داخل خط تا درود و دیدار دگر پیروز بهروز و با برگز با باشید بدرود <applause>